سلام، زهرا سروش هستم. برنامه لایف رو تقدیم حضورتون میکنیم به همراه خانم دکتر پوژن زینی عزیز، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوبمون. خدا رو شکر که هستید خانم دکتر. سلام. سلام به شما، به همه عزیزانی که با ما هستن. خوشحالم که تونستیم در یک هفته دیگه با هم گپ بزنیم. درسته، منم خیلی خوشحالم و میدونم که عزیزان بیننده هم خیلی دوستتون دارن، خیلی بقولم پیغامای مثبت می نویسن. من خیلی خوشحال میشم از اینکه این برنامه رو داریم، گپ و گفتگوی خودمونی داریم در مورد مسائلی که در زندگیمون پیش میاد. هفته گذشته همجوری گفتم اینو تو برنامه از خانم دکتر بپرسم، این اتفاقو بپرسم، یه عالم سوال شده بود. یکیش این که چرا ما نمیتونیم واقعا از معلومات استفاده بکنیم به جایی که تو زندگیمون، به جایی که به کار باید ببریم. هفته پیش من در یک زومی شرکت کرده بودم که یه سری از خانمایی که انتظار میرفت در کنارشون به آرامش برسیم، برعکس دعواشون شده بود. یه سری جمهوری خواه در اومدن، یه سری دموکرات در اومدن، مسائل عصبانی، خشم و اینا. بعد با خودم گفتم بعضی وقتا میری کنار یه آدمی میشینی که هیچ ادعایی هم نداره از سواد و نمیدونم محفوظات و معلومات، ولی چقدر حالت خوب میشه، آروم میشه و فکر میکنی که به اندازه داشته هاش داره زندگی میکنه، یعنی همون قسمت هایی که بلده رو داره زندگی میکنه. ولی چرا ما خیلیامون نمیتونیم؟ ادعاشو داریم که میدونیم ولی نمیتونیم. به نظرم میاد که الان احساسات برای همه اشخاص خیلی داغه و وقتی که یک مواردی برای آدم ها خیلی مطرح میشه و بعد احساساتشون میاد اونجا و خیلی موقع ها وقتی که ممکنه که rationalization و نگاه های منطقی و حتی دیدگاه هایی رو که میتونن یک منطق رو تریس بکنن بیان جلو رو میذارن کنار، به خاطر اینکه یک چیزی اینقدر براشون از نظر احساسی مطرح میشه که شروع میکنن باهاش برخورد احساسی کردن. و وقتی که شما با مسائل واقعی زندگی فقط برخورد احساسی میکنی و اون منطقی رو که قراره در کنارش بیاد و یا احترامی رو که قراره در کنارش بیاد برای اشخاص دیگه نمیذارین، خب قاعدتا به دعوا میرسه و آدم ها از هم ناراحت میشن. اینه که چه امروز میبینیم که مقدار عقایدی که به وجود میاد داره تو دو تا نقطه مختلف میره و هر کدوم از این نقاط ممکنه که یک مقدار اطلاعات صحیح براشون هست، یک مقدار اطلاعاتی رو که الزاماً یا صحیح نیست یا در کنار هم میارن رو میتونین که ببینین. و یه زمانی وقتی طرف عصبانی میشه شروع میکنه رفتن به سفسطه کردن و تو اون سفسطه کردن برای اینکه باز میخواد چیزی رو ببره و یا عصبانی میشه که یه نفر چرا حس من رو درک نمیکنه، میبینین که شروع میکنه دیگه از فضای طبیعی یک گفتار منطقی که میتونه احساساتم توش باشه تبدیل میشه به یک گفتار بسیار احساسی که رده های منطق ممکنه از توش رد بشه اون لحظه، یا حداقل برای خودش اون لحظه چند تا منطق رو در کنار هم میاره. که از استادیایی که کرده بودن میدیدن که وقتی اشخاص میرن و فقط ایده هایی رو که خودشون دارن رو مکررن نگاه میکنن و گوش میدن، بیشتر صحه میذارن روی ایده های خودشون. یعنی نیستش که میرن ایده های متفاوتی رو گوش میدن، فضا رو گسترده بکنن و باز بشه و با یک باز بودنی به اینها نگاه بکنن. یک تحقیق دیگه ای که اتفاقا تازه اومده، جون پارسال بود اومده، نه ببخشید جنیوری همین امسال اومده که توی ساینس دیلی بود، که توی یکی از دانشگاه هایی که نگاه کردن نوروساینتیست ها و متوجه شدن که حتی ما شنواییمون فقط در حقیقت مقدار اطلاعاتی رو میشنوه که از قبل داشتیم. مثل میمونه که مثلا قدیم ما فکر میکردیم که اگه شما میبینی یه چیزی رو درست میبینی، اگه میشنوی درست میشنوی، بعد میبری این تو، بعد شروع میکنی توی مواردی رو که از قبل میدونستی در دانسته ها و نگاه میکنی اونا رو ربط میدی به دانسته ها، در اون چیزایی که فکر میکنی ممکنه که نمیخوره به این دانسته ها تو پرت میکنی بیرون. توی این ریسرچ نشون میده که حتی قدرت شنوایی ما قبل از اینی که اصلا یعنی سیستم سانسوریش خیلی قویه و فقط اتفاقا چیزهایی رو برداشت میکنه از بیرون و نگه میداره و بعد میبره تو جاهایی که براش آشناست و در نتیجه دیگه
آشنا نیست یا متغیره یا دوست نداره رو اصلا نمیشنوه. من مطمئنم که خیلی از زن و شوهرها الان میگن آخ گفتم، من هی بهم میگم برو زن نمیشنوه، فقط مخصوصا نمیکنه. بعضی موقع ها یعنی فیلترهایی رو که ما داریم تمام واقعیت رو نمیبینه. فیلترهایی که ما داریم یک فیلترهایی به خصوصیه که فقط اون چیزی رو که دوست داریم رو میبینه، و بعد وقتی که روبرو میشیم به آدمهایی که قاعدتا کاملا متفاوت ما فکر میکنن، یا حتی تصور ما اینه که خیلی مثلا سه حرفی که میزنن خطرناکه، بعد خب خیلی تأثیر میذاره رو ما. دیروز که شما این حرف رو میزنین، دیروز من در منطقه زندگی میکنم که خب ریپابلیکن زیاده، بعد من تا با نیبرها و شروع کنم، یه خانم مسن امریکایی هسته بودن که داشتن راه میرفتن با سگشون، بعد ببین من همچین تجربه رو تا حالا نداشتم که یه دفعه وارد شد همینجوری سلام، من گفتم های خوبی، اولین سوالش هیچی نبود غیر از اینه که دموکرات یا ریپابلیکن. او مای گاد، نه بابا، من همچین تجربه رو نداشتم که دیگه سلام علیک همچین چیزی رو مشخص بکنه که تو باید حتما این رو بپرسی که حتما این هست یا این هستی توی مثلا توی فضای حالا امریکا. من از 1974 اینجا بودم، من هم تا حالا همچین تجربه رو ندارم. بعد شروع کرد، یه خانم دیگه هم استاده بودن از همسایه ها، و شروع کرد که این، بعد این خانمه میگفتش که چیکار به این داری، این دو همسایه ماست دکتره ولش کن. و بعد شروع کردیم همینجوری، حالا من لبخند میزنم، هی دارم آروم میکنم جریانا رو، نه من اصلا حوصله ندارم با هیچ کسی صحبت بکنم که دموکرات، بس خودش میدوخت و کارش و حرفاشو میزد و حوصله ندارم که حرف بزنم که دموکراته. دموکرات بر مبنای اینه که همه دموکرات ها کمونیستن. اوکی خب پس ببین تو همچین فضای یک دفعه از یه جا جامپ میکنی، پول میزنی به یه جای دیگه. بعد مثلا برگوش گفتم مثلا این جریانی که تازه اتفاق افتاده توی امریکا، که خب یه قسمتی از کسانی که رفته بودن مثلا برای جلوی در کنار ترامپ، اون کسایی که رفته بودن کپیتال هیل، خب خیلی هاشون رو نشون داده بود که از این وایت سوپرمیست ها هستن. گفتم حرف تو مثل که مثلا الان اینو بگی که تمام ریپابلیکن ها پس جزو KKK و سوپرمیست هستن، ولی بعد من اینو که گفتم دم و فرق نمی کنی اینجوری کن، اصلا من حسن ندارم با تو حرف بزنم، روشو کن. با حال بوده خیلی با آره دیگه، از قبل تصمیم گرفته. یعنی میگم گفتم خدا رو شکر که حوصله نداشت با من حرف بزنه. ولی میخوام بدونین که بعضی موقع ها یعنی با اینی که این رفته بود در این حالت حمله ای که داشت و حالتی که میدونی آدم که وایساده اونجا، یه دفعه احساس که یکی داره توی مغزش و تو حضورش و تو فضاش تجاوز میکنه، با اینی که میاد یه سوالی رو میکنه، بعدم چهار تا بعد و بیرا میگه و میره. برای چندین و چند ساعت خواهد بودم دنیای واقعی این شده دیگه. این که من شروع کردم این مسئله چون توی اون زومم که خانم‌ها با هم بودن، بعد جالبه که میگن توی دانشگاه کلمبیا سال 2006 یک برنامه رو گذاشتن که افراد بیان، اساتید دانشگاه، پزشکا، تمام تحصیل کرده بیان توی اون درس یا اون قسمتی که میخوان ارائه بدن، بگن که اسمش هم بوده جهل، دوره جهل، یعنی چیزی رو نمیدونم، من چی رو نمیدونم از کار خودم، من این رشته فیزیک دارم کار میکنم، اینو نمیدونم. و این خیلی تاثیرگذاری، اصلا ما نداریم چنین چیزی رو که آدما بیان بگن اینو نمیدونم، همش دارن میگن میدونم. و همونطور که شما فرمودید مغزا به میدونم میدونم ها باعث جنگ و دعوا میشه، گوش نمیدیم به هم دیگه. یک سری مسائل، مثلا یک سری مسائل فرهنگیه، یک سری مسائل مذهبیه، یک سری عقاید سیاسیه، به عقاید، حالا من کاری ندارم که پالیسی ها که انجام میشه، من راجع به عقاید صحبت میکنم. زمانی هستش که اشخاص یک سری عقاید رو برای خودشون مطرح میکنن و اون عقاید رو از نظر احساسی خیلی بهش وابسته میشن، یعنی مثل که هویتشون میشه، متوجه؟ و اینو خب ما فقط الان خب ما الان تو امریکا هستیم و این جریان بابه، ولی خب تو خود ایران هم داشتیم. اون موقع سر تاجی بودن یا پرسپولیسی بودن دعوا میشد، کتک کتک کاری میشد. هنوز هم همینه دیگه.
بعد همون موقعی که حتی میدونم من کوچیک بودم تازه قبل از انقلاب، ولی اینو میدیدین که مثلا هر کسی یه اسمی و نامی برای خودش میذاشت، من اینم، و در نتیجه این لیبل رو برای خودش میذاشت. و دیروزم هم همین بود، میگفتم، میگفتش که تو کی هستی؟ میگفتم من یک انسانم، ربطی هم به یک لیبل ندارم. بس موقعی که مثلا گذاشتن برای رأی یا اشخاصی که قراره که بهشون رأی داده بشه، چه چیزی روی میز هست که به نفع، حالا برای من نوعی، هم به نفع جایگاه منه به عنوان یک ایرانی که اینجا هستم، چه به نفع ملتی که در اطراف من هستن، گروهی هستن و کل امریکا و کل، حالا بگیم در ارتباط با کل دنیا. و من معمولا اینجوری تصمیم میگیرم، ولی تو میای، یعنی انتظار اینه که یه لیبلی داشته باشی و حتما اون لیبل است که باید کار بکنه. و خب وقتی که یه لیبل میذاری، یه سری مش بهش میچسبه، درسته؟ در نتیجه خب هر کدوم، حالا مثلا حتی بگم من روانشناسم، با این لیبل یه سری چیزا میچسبه، ولی خب من روانشناس رو لیبل میذارم به خاطر اینکه کار و حرفم تو اینه، برای اینکه آدم ها متوجه بشن که اگه دوست دارن که بیان کمک بگیرن پیش من. ولی بقیه لیبلایی رو که شما دارین میبینین که ما هی واسه خودمون درست میکنیم، یه دونه اینجا میذاریم، تا چه حدی بهش وصل میشین از نظر احساسی و از نظر هویتی، که اگر قرار بشه که خچه‌ای بیفته توی اون لیبله، خچه افتاده تو کل ساختار هویت من، و بعد اونجاست که با چنگ و دندون دیگه میریم به سراغ اون یکی که اجازه ندیم که اون هویتی رو که من برای خودم ساختم رو اون آدم بتونه از من بگیره. و این که من فکر میکنم شما این رو الان در حضور پیدا میکنین به جریان، و بعد میبینین که اطلاعاتی که داره پخش میشه، یه زمانی بودش خانم سونو شما اطلاعات رو میگفتین من اگر که به این جا مراجعه کنم، حالا چه روزنامه است چه رادیو تلویزیون یا هر چیزی، خیالم راحته که اطلاعات صحیح رو دریافت میکنم. خب امروز یه مقدار اون اعتماد از این نوع رادیو تلویزیون تغییر پیدا کرده، که خب هر کدومش ممکنه خودش رو داره سوق میده که یک دیدگاه هایی رو بیاره وسط. آدم ها دیگه این اطمینان رو ندارن، و در نتیجه اخباری که الان داره پخش میشه، اخباریه که از خیلی جاهای دیگه به خاطر منظور خودشون توی سوشال میدیا ها پخش میشه، و در نتیجه یک دفعه متوجه میشین که اگه شما یک بار یکی از اینا رو باز بکنین، سوق یک عالمه دیگه اطلاعات براتون میاد که شما رو میبره و شروع میکنی ای همینطوره. بعد اگر پیش یک گروه دوستانی هستین که همشون این نوع عقیده رو دارن، اینو به هم دیگه فید میکنین، چون عینی همچین چیزی رو به هم پخش میکنین. تو پخش کردنتون همه دوباره همون اطلاعات رو میگیریم، و بعد دقیقا میبینیم کسانی که مثلا در یک صنف به خصوصی هستن، مثلا ایرانی هایی که از در یک قوم به خصوصی هستن و معمولا یک جا میرن و با هم رفت آمد میکنن، همون جمله ها رو از همه میشنوی، همون مسئله رو از همه میشنوی، همون کانسپیرسی تیوری ها شنیده میشه، حالا از هر طرفی که بری، و بعد متوجه میشین که خب یک اطلاعاتی که داره پخش میشه و همم دارن میپذیرن و قبول میکنن. جالبه که سر مسائل سیاسی امریکا کار من با همسایه و دوست و آشنا این فقط این شده، نه that's not true، نه این نیست، نه درست نیست، نه این آخه چجوری تو یه دفعه پول زدی از این به این. و این نوع کانورسیشن ها داره بیشتر پیش میاد، ولی برای کسانی که رگ گردنشون میزنه بالا و شروع میکنن حمله کردن، فکر کنم هنوز یه چند هفته ای داریم که این اتفاق قرار بیفته. درسته خانم دکتر، من فکر میکنم که افراد با این لیبل زدن ها یا برچسب زدن ها و متعلق شدن به گروه های متفاوت، احساس قدرت و پراد و افتخار میکنن، یعنی یه حالشون خوب میشه از اینکه بگن ما با این گروه هستیم که شبیه خودمونه. ولی متاسفانه عواقبش خیلی زیاده، یعنی زمانی میشه که افراد اینقدر توی قدرت کاذب میرن که حتی رأی نظر میدن راجع به چیزایی که نمیدونن. الان مسئله واکسن که الان پیش اومده، میبینیم که چقدر حاشیه داره، و افرادی که زحمت کشیدن شبانه روز، علم دارن و جز دانشمندا و مخترعین و مبتکرا هستن، این همه شبانه روز زحمت کشیدن تا این واکسن ها بیاد به جامعه بشری کمک بکنه، بعد آدمه نشسته تو تاریکی خونش یه لم داده و نظر میده راجبش، حاشیه می نویسن، موش می دونن، نمیدونم صحبت می کنن، حتی نظر می دن برای همدیگه، تو نرو بزن، نه اینطوری میشه، اونطوری میشه، کج میشه، موبج میشه. یعنی اینا باعث میشه که واقعا کارا کند پیش میره. افرادی که
کار قشنگ دارن میکنن، این خرابکارا خیلی راحت میان میزنن زیر همه چیز و اجازه نمیدن که واقعا علم کار خودش رو بکنه. یعنی هر چیزی میگن یه فایده ای داره یه ضرری داره دیگه. اینجا این باز شدن اینترنت و سوشال میدیا به اینی که هر کسی موقعیت این رو میتونه پیدا بکنه که نه تنها صحبت فردی بکنه، بلکه ویدیو درست بکنه، پروپاگاندا درست بکنه، هر چی که دست بعد با گروه دیگه با هم دیگه بتونن پخش بکنن. خب فایده سوشال میدیا و اینترنت در یک جایی خب فضای باز شده برای ما که اطلاعات رو در هر لحظه از هر جای دنیا با یک بشکن همون موقع پیدا بکنیم و چقدر عالیه. از طرفی هم خب موقعیت بازه برای اینکه اطلاعات از همه جا بیاد و بعد در نتیجه قدرت تشخیص ما رو جلو بعد ببره که چجوری نخ منطق رو در کنار هم بیاریم ببریم جلو. و بعد خیلی موقع میبینیم که مثلا اون critical thinking یا اون منطق، اون لاجیکی که از اینجا قراره که اینا رو دونه دونه ببره و هم ردیف بکنه، وسط صحبت یه دفعه مثل کش یک دفعه در میره، بعد یه دفعه میخوایم برگردونیم میگه نه نه ولش بکن. و بعد با همونطور که میگم با احساس مثلا یه سفسطه میاد وسط جریان که کل صحبت هایجک میشه میره به یه جای دیگه. دقیقاً مهمتر از همه اینا دلیلی که اینم اتفاق میفته شاید این هست خانم سروش، که کسی در حقیقت دیگه اینترستد نیست، میل نداره که بخواد حرف متفاوتی رو بشنوه. شاید هر کسی جایگاهی که هست برای خودش تصمیمی رو گرفته و از اونجا به بعد فقط داره تصمیم خودش رو اذعان میکنه. یه زمانی هست که من فقط میخوام حرفم رو بزنم تو شما بفهم، و اگه به متوجه بشم که شما نمیفهمی، متوجه نیستی، نمیخوای حرف من رو بشنوی، مثل همین همسایه که داشتم بهتون گفتم they're no longer interested، مثلا برای مطرح نیست تو چی میگی، من برام فقط مطرحه که کسانی جلوی من باشن که آینه خودم بشن. چرا؟ چون من احساس تعلق میکنم، همونجور که شما میگفتی احساس میکنم که یه گروهی هستن که مثل من در فکر هستن، پس من اوکیم. نمیشه که من بقیه یه جور دیگه، اگر گروهی دیگه هم هستن مثل من فکر میکنن پس من همون قدرتمندم، تعلق دارم و درست میگم. اگر این اضافه بشه یک دفعه پس من درست میگم. مثل این میمونی میگوید مثلا فلانی خب این همه فالوور داره، بابا هیتلر هم این همه فالوور داره. خیلی کسانی رو که در دنیا بعدن نشون دادن که چه گرفتاری های به وجود آوردن توی دنیا، اونا هم فالوور داشتن، ولی چون یه نفر فقط بلده این رول بکنه و فالوور داشته باشه که دلیل نمیشه که به نفع دنیا داره کار میکنه یا از اون رول از اون رولش به مدلی داره استفاده میکنه که برای بهبود دنیاست، تا اینکه فقط میدونی برای بهبود. دقیقاً اینکه دنیای اینترنت رو داریم مثال میزنیم، یه داستان کوتاهی هستش خیلی جالبه که میگه کلاغه داشت زندگیش رو میکرد، خیلی هم خوشحال بود، تا چشمش به بو افتاد، رفت بهش گفتش که ای پس چرا من سیاه هم تو اینقدر سفیدی، رنگمون با هم متفاوته. او هم داشت زندگی خودش رو میکرد تا زمانی که به توتی نگاه کرد، گفت که چرا فقط من یه رنگ دارم، تو رنگ و رنگی، رنگ بیشتری داری، زیباتر هستی، بیشتر مورد توجه هستی. توتی هم داشت زندگی خودش رو میکرد تا زمانی که طاووس رو دید و رفتید که وای چقدر رنگ و رنگ و اینا، خلاصه کلاغ و قوب و نمیدونم توتی رفتن توی باغ وحشی که همه آدم ها دور طاووس بودن و چقدر این ناز میکرد و همه داشتن نگاهش میکردن. کلاغه رفت به طاووس گفتش که خوش به حال تو، رنگ و رنگی، به من همه میگن برو برو، اصلا از یه چیز بها به من نمیدن ولی این همه دارن بها به تو میدن. طاووس جواب همشون اینو داد که بهای من زندان بودنمه. من از زمانی که به دنیا اومدم آزادی رو ندیدم، پرواز رو ندیدم و اسیر این زیباییم شدم. این زیبایی باعث شده که من اسیر باشم تو قفس همیشه، ولی شماها و به خصوص کلاغ آزادی تو دارید. منظورم اینه که این سوشیال مدیا همه رو به هم داره نشون میده، بعد خودمون رو فراموش کردیم که با خودمونم باید زندگی کنیم. همه چشممون شده همون ویترینی که شما میفرمایید و برای همین یه ذره الان هممون یه جورایی پرت شدیم که باید رو خودمون کار کنیم.
من فکر میکنم خیلی مهمه تو دورانی که خب بالاخره استراب بالاست، به اینی که چه میشه، آیا کی امنیت، میدونین اتفاقایی که میفته بیشتر از هر چیزی که شما میگین چرا هر کسی الان داره نظر میده، خب برای اینکه نمیدونه چه اتفاقی میفته، یعنی درست پشت یک که خیلی از آدما احساس امنیت نمیکنن، ولی حتی احساس امنیت نمیکنن که حالا با بقیه صحبت بکنن. و ما ایرانی ها اینو تجربه کردیم، ما 40 سال پیش تجربه کردیم اینا رو. در نتیجه تو امریکا من فکر میکنم شاید برای اولین باره که یه مقدار زیادی این، حالا اولین بار تو زمانی که ماها زنده ایم، درسته ممکنه خیلی قبل دوباره اتفاق افتاد، مثلا اولین باری که این اتفاق افتاد برای کپیتال هیلز خب مثلا خیلی سال پیش بود. در نتیجه الان سالش رو یادم نیست، نمیخوام سال اشتباهی رو بهتون بگم دیگه، میدونیدم 59 سالش که میشه گرم داری کلمات کلش میره بیرون بسرم به تخته اصلا بهتون نمیاد خانم دکتر. ماشاءالله. چیزی رو که مهمه اینه که آدم ها ممکنه احساس خطر بکنن حتی اگر با دوستانشون دارن صحبت میکنن. فکر کنم مهمترین مسئله اینه که آیا من حتی اگر یک نفر یک مواظب احساسات خودم باشم، و اینه که آیا اگر یک کسی رو دوست دارم، یک متدی رو دوست دارم، یک نوع دولت به خصوصی رو دوست دارم، یک سری عقاید به خصوصی رو دوست دارم، حقمه. کسی نمیگه حقم نیست، حقت دوست داری اینو داشته باشی داشته باش، و حتما هم خودت یه سری منطق خودش داری. غیر از اون اینه که ممکنه این منطقی که من نوعی دارم با منطق شما متفاوت باشه، و در نتیجه این میل و احترامی که بگذارم که بالاخره همه ماها میگن یک شهروندانی هستیم که داریم با هم زندگی میکنیم، چه کسی بیا چه نیاد، چه رأی بدیم چه ندیم، هر کدوم ماها داریم تأثیر گذاریم روی هم دیگه، و شنیدن اینه که شما چه احتیاجی داری، من چه احتیاجی دارم، چه مباحثی هستش که بین ما دوتا میتونه اتفاقا سیمیلر باشه. میگم بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اتفاقا این خانومی که همسایه من هست برگشت به من نگاه کردش گفتش که مهم اینجاست که ما همسایه ایم. گفتم دقیقا مهم اینجاست که ما انسان ها همسایه ایم. این کتابی رو که دفعه پیشم بهتون گفتم Human Kind در تمام جایگاهی که آدم ها جنگ ها شده، اتفاق افتاده که آدم ها هم دیگر رو زدن، خراب کردن، داغون کردن، کشتن، جنگ ها بوده، ولی همیشه می دیدید که گروهی اومدن و در کنار هم همدیگر رو بردن، حتی اگر که عقیده نداشتن به عقاید هم، ولی وقتی که فرزن یه بمبی داشته می افتاده می دیدین تمام اون گروهی که به دست هم هستن انسانیت مهمتر میشه فوری. اصلا مطرح نبوده که تا مثلا چه میدونم دو روز قبل من فکر میکردم تو عقاید مذهبی، سیاسی، رنگی، جایگاهت یا هر چیزی متفاوته. اگه یه لحظه حس کردم که یه خطری هست که برای همه ما هست یا برای تو هست، طرف آوردن تو خونش رو نگه داشتن، ازش مواظبت کردن، با همدیگه بودن، گرسنه بودن، به هم غذا دادن. بچه من فکر میکنم که اگه یادمون نره که اون قسمت انسانیت ما بودن در کنار همه اون اصل کاریه. عقاید رو میرن، آدم ها رژیما میان و میرن، پرزیدنت ها میان و میرن. دقیقا. خانم دکتر داشتم فکر میکردم که همین برخوردی که شما با همسایتون داشتی، اگر به غیر از شما یه نفر دیگه بود با یه عدتود، با یک کارای دیگه و یک نشانه های دیگر رو از خودش نشون میداد در مقابل این صحبت های همسایه، خب پلیس باید میومد جداتون میکرد دیگه، دعوا میشد، مصیبت میشد، همه چی میریخ به هم تا زمانی که برسه به این که خب به آرامش برسین. پس بنابراین هر فردی از ما خیلی مؤثره، هر کدوممون یه ذره تحملمون رو بیشتر کنیم. و نوع من اگر میخوام مثلا بچم فریاد نزنه، نمیتونم تو برنامه دیگه هم گفتم که داد بزنم بگم داد نزن، خب نمیشه. من باید با عملم هم آروم باشم که اون یاد بگیره که فریاد نزنه. این عکس العمل شما با همسایتون خیلی خیلی مؤثر بوده که به این نتیجه برسه که همسایه این. به زمانی من اینجا بودم که گروگانگیری بود و خیلی از ایرانیایی که دوستان من بودن و تو همون من آریزونا بودم و دوستان دیگه هم که داشتم تگزاس، توی این دوتا ایالت کشت و کشتاری داشت اتفاق می افتاد. ماشینا رنگ می ریختن، چاقو می زدن، دنبال آدم ها می کردن. و اتفاقا داشتم به همسرم گفتم یاد اون روز افتادم که
با اینی که همه خیلی ترسیده بودن، هر کسی با منم میرسید میگو مال کجا، میگفتم ایران، و میگفتن تو چرا نمیترسی؟ میگفتم خب ایرانی هم، من که نمیتونم عوض کنم ایرانی بودنم و مسائلم که نمیتونم عوض کنم، فقط فعلا حالا اگه این منو بشناسه حتی به عنوان ایرانی و فکر کنه آدم خوبیم، شاید کاری نداشته باشه. و واقعا هم تو تمام اون مدت خدا رو شکر کسی با من کاری نداشت و دوستان خیلی خوبی پیدا کردیم و صحبت کردیم. الان هم همینو داشتم میگفتم، گفتم جالبه که آخرش وقتی با مهر میاد ترس آدم نمیزنه بالا، یا خشم آدم نمیزنه بالا، یا اینی که تو به من توهین کردی پس حالا بذار منم تو توهین بکنم، بعدش یه فضایی به وجود میاد که ببین فرقی نمیکنه، بالاخره ما داریم در کنار هم زندگی میکنیم. حالا من اینجا ناراحت باشم، ما که حالا خونمو ول میکنم میرم یه جای دیگه، آدم مملکتاشونو ول میکنم میرن. میشه تا حدی این کارو کرد، ولی تا حدی بقیهش اینه که آیا میتونم که من خودم رو به عنوان یک انسان بشناسونم و یک نفر دیگر رو به عنوان اون انسان زیری به غیر از تمام این عقاید بتونم که بشناسم و بتونیم با هم دیگه کارایی با هم دیگه داشته باشیم تو شرایطی که هستی. این شاید کمک بکنه به جایی که انقدر جنگ رو ببریم جلو. ببین شوخی نیست، الان داریم جایی میریم که هر کسی داره یه دونه هفتیر از ترسش داره هفتیر میخره و بعدم میخوان مثلا چون منم بگن همه بالا با هفتیر دارن بیرون راه میرن. یعنی شما کافیه یک حرفی بزنی که یه نفر هواش بر بخوره، بگی بالا چشه دبروه با یه ذره خش، اون شخص اگر که فرصت اینو نداشته باشه که فضای احساسش رو بیاره پایین، الان چیزی دستشه که خیلی سریع میتونه شما رو از بین ببره، فقط به خاطر اینه که فرصت اینو خوشش نمیاد و فرصت اینکه خودشو آروم کنه نداره. در نتیجه به نظر من کمک میکنه که همه ماها اینو بلد باشیم که یک خودمون رو آروم کنیم، دو فضا رو آروم کنیم، وگرنه که خب دیگه حالا بالاخره بلبشوی خواهد بود که همه هم دیگه رو میکشن و میخورن دیگه، اوکی حالا دیگه به اونجا ممکنه برسه. و نرسیم فکر میکنم که همونطوری گفتیم از خودم شروع کنم، خودم رو چجوری آرامش برای خودم به وجود بیارم، عقایدم رو احترام به عقاید خودم بذارم، احترام به عقاید دیگه هم بذارم، حتی اگر به نظر میاد که درست همینطوره. و من فکر میکنم حتی دیکتاتوریای بزرگ رو فرهنگ خوب و تعلیم و تربیت میتونه از پا در بیاره، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه تغییرش بده. با خشم، با دعوا، با جنگ درسته یه مدتی پیش میره، ولی اینکه هر کسی رو خودش کار بکنه، رو بچهش و اطرافیانش، کمک بزرگیه که این دو بخش جامعه وقتی پیشرفت بکنه هیچ کس نمیتونه دیکتاتوری رو به وجود بیاره درش. این چراغای پشت سر شما خیلی امروز قشنگه خانم دکتر، حال منو خوب کرد، دستتون درد نکنه. یه دونه جعبشم دارم برای شما. پس کاش زودتر گفته بودم. هر دومون چراغونی بشیم. خیلی خوبه، دستتون درد نکنه، فوق العاده است. اینکه آدم با قسمت خوب آدما ارتباط برقرار بکنه یه هنریه که با تکرار آدم میتونه یاد بگیره. هممون فضای خودمون و خانوادهمون رو حداقل خوشحال نگه داریم با یه موسیقی، با یه رقص، با یه لبخند، چیزای ارزونی که میتونه خوشحالمون بکنه. دقیقاً البته باشه، با یه خانمی صحبت می‌کردیم و اینو حالا بگم برنامه‌مون وقتمون داره تموم میشه و میگفت راجع به روانشناسی مثبت داشتیم صحبت می‌کردیم، چون برنامه کاوش که داریم توی رادیو قاصدکم شما لطف می‌کنید من می‌ذارینش، راجع به روانشناسی مثبت داشتیم صحبت می‌کردیم که چه جوری می‌تونی از شرایطی که وجود داره بری تو قدرت‌هات و به جایی که هی بری تو ترس و خشم تو، اون مسائل که خشمم بالاخره از همون ترس میاد، بری توی قدرت‌هات، بری تو مهرت، بری توی دستات باز بکنی که مثبت‌ها رو ببینی و از قسمت‌های مثبت وجود خودت بری. یکی از خانمای فقر روانشناسی بودش، گفتش که خب آخه کسی که الان تو فقر داره درد می‌کشه، من بهش بیام بیام مثبت‌گرا نگاه کن، عصبانی میشه بیشتر. گفتیم خب میتونه اونم نگاه بکنه که آره چرا اینجوری شده، چرا این اتفاق افتاده، و بشینه هی خودشو آزار بده تمام روز، و یا اینی که قسمت مثبتش رو نگاه کنه که چه کسانی هستن در کنار من میتونن کمک بکنن، به من خیلی به من داشته باشن. اینطور هم میتونی فکر بکنی که وقتی که خودت رو از اون فضای ترس و خشم و آزار و اذیت در میاری، چشم‌ها باز میشه برای اینکه آدم ریسورس‌هاش رو پیدا کنه، چجوری میتونم کمک بگیرم، کمک بدم، بلند شم،
و از اون چیزی رو که وجود داره قدم به قدم قدم, قدم برم جلوتر. و این من فکر میکنم ممکنه هر اتفاقی، حالا کرونا بود، بعد مسائل حالا سیاسی هر جای مملکت، چه ایران چه اینجا چه هر جای دنیاست، مسائل بلکه اقتصاد و بیماری هاست که داره اتفاق میفته، این حالت انزوایی که برام پیش اومده، ولی اینی که نگاه کنیم تو کدوم قسمتش رو من میتونم کاری انجام از خودم فضای مثبتی رو به وجود بیارم، حداقل درون خودم، هی خودم رو آروم بکنم، شاد بکنم و اطرافیانم رو. همین کار شما انجام بدین، کلاتون رو بندازین هوا، حالا دنیا رو دنیا رو همین خوبه. دقیقا من خودم هم تجربه دارم، وقتی که مضطرب میشم یا ناامید میشم حافظم هم از کار میفته، دیگه نمیتونم فکر کنم که چه کاری میتونم انجام بدم که مشکلم رو حل کنم، ولی وقتی که قدر لحظات رو میدونم و خوشحال ترم، انگار مغزم هم به کار میفته، نه تنها برای خانواده خودم، حتی برای دیگران. که حالا یه کار قشنگی هم تلویزیون تپش به همراه هنرمندان و سری متخصصین رادیو قاصدک قرار انجام بدن که انشالله کار مثبتی باشه برای هموطنان خوبمون. خیلی ممنونم ازتون، واقعا حال خوب با رادیو قاصدک و حال خوب با خانم دکترمون هر وقت که برنامه لایف شروع میشه من که کلی استفاده میکنم. دست گلتون درد نکنه. خوشحال شدم که دوباره در کنار هم دیگه بودیم و در کنار عزیزانی که با ما هستن. سپاسگزارم، وقتتون بخیر. Thank you.